لطف و قهر خداوند این همه میشه چرا قدر طولانی میشه شما هم این سؤال رو بپرسید بگید که من این همه روی خودم کار میکنم چرا به حضور زنده نمیشم چرا موفق نمیشم قهر و لطف یعنی خداوند لطف میکنه ما چون فضا رو باز نمی کنیم به صورت من ذهنی بلند میشیم یعنی این اگر فضا رو می گوشودیم لطف و میپذیرفتیم مرکز ما آدم می شد همانیدگی ها شناخته می شد و اینها زودی می افتادند و ما به او زنده می میگه این مدت چرا طولانی میشه این همه این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود قسمت خلق چون شود یعنی چرا و چگونه مردم باید مدت طولانی در حالت قهر و لطف خداوند باشند چرا اوه نه ماه طول میکشه آدم در شکم مادرش خودش خودشو بسازه از اونجا میاد بیرون چطور شهست سال هفتاد سال در بیرون حیقه و لطفه چرا خودش جواب میده به شما فکر کن این همه حسن و دلبری بر بوت ما چرا بود برای اینکه شما توجه کنین که بوت ما یعنی خداوند و زندگی این همه زیبایی و خاصیت دلبرندگی داره دل آدم رو میبره پس چیکار باید بکنی باید حسن رو ببینی و دلبری او رو ببینی بذاری دل تو ببره پس لطف و سرکشی موتورش طولانی میشه شما را سوال کنید قسمت من از این دوره لطف و سرکشی چقدر شده چند سال من در فرایند لطف و قهر خداوند هستم مرتب به من لطف میکنه من به صورت من ذهنی بلند میشم سرکشی میکنم بعد یواش غر میکنه من مریض میشم بیچاره میشم ناتوان میشم حالم خراب میشه میگم خدایا کمک کن اونم دوباره کمک میکنه شما ضعیف میشیم فضا باز میکنین آدم وقتی ضعیف میشه میگه دیگه این کار نمیکنم خیلی کارا رو نمیکنه وقتی خیلی کارا رو نمیکنه دوباره من ذهنی میاد حالی حالم خوب شد همه گذشت دوباره بلند میشه به صورت یا سرکش من زینی سرکش یادش میره که وقتی ضعیف شده و فضا شده چرا با فضا حسن و دلبریه میگه بوتو نمیبینی یعنی خداوند رو نمیبینی برو به اون, به اون سمت اگر شما میخواهین دوران لطف و غر. دوران لطف و غر یعنی دوران من ذهنی کم بشه کوتاه بشه شما بیاین حسن و دلبری او رو ببینید بعد حسن و دلبری رو هم با این همه میاره که این همه بینهایت زیبایی در او هست چرا شما دنبال زیبایی چیزهای این جهانی میرین که برای شما زشتی میاره چرا الان ما باید سرکش بشیم یه من ذهنی داشته باشیم دنبال زیبایی های این جهانی بریم که من ذهنی ما میگه زیباست چرا مرکز رو عدم نکنیم که یه ذره گشود تر بشه میفهمیم که چقدر زندگی زیباست چقدر ما زیبا هستیم که ما هم از جنس او هستیم چرا اینو نبینیم پس این بیت توجه شما رو از یه چیزی که توجه ما به جهانه داره میگه از اون قط کن این همه حسن و دلبری رو در بوت خودت ببین و اگر ندیدی لطف و سرکشی رو ببین لطف و قهر رو ببین بدون که تو با فضا بندی از لطف استفاده نمیکنی لطف رو به لطف و سرکشی تبدیل میکنی مشخص دیگه و این بیت دنباله بیت قبله علت این که ما دوچار دوران لطف سرکشی میشیم و این طولانی میشه که میگه این همه برای اینه که ما رسم وفا داریم به جای رسم وفا خود وفا بشید وقتی خود وفا بشید مرکز عدم بشه اون موقع حسن دلبری زندگی رو میبینید و متوجه میشین که حسن و دلبری خداوند همین حسن و دلبری خودتونه شما باید اینجوری باشید بر درد فراغ من کشم ناله به نای چون رسد آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود میگه اگر انسان درد فراغ یا فراغ بچشی اینا هردو هر دو درسته فراغ و فراق هر دو درسته یعنی در من ذهنی باشه خداوند نیه ما رو نمیتونه بزنه ناله خداوند به نیه ما نمیرسه ما یه نیه هستیم اگر همانیدگی مرکز من باشه مثل یک نیست که توش گره داره پس این لحظه اون لطفی که در بیت قبل گفت به وسیله شما جذب نمیشه درد فراق من کشم اگه من درد فراق بکشم در درد در جدایی باشم یعنی این شکل همانیدگی در مرکزم باشه ناله خداوند به نای چجوری برسه یعنی اون, اون،, اون ناله اون،, 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 اون چجوری منو بزنه چجوری خرد او هدایت او حس امنیت او قدرت او شادی بی سبب او به من برسه نمیتونم مثل نی باز که خداوند بزنه من ناله کنم در نتیجه ناله تبدیل به ناله های من ذهنی میشه همین ناله های من ذهنی شکایته هر چیزی که من ذهنی میگه از جنس شکایته و های بعدی خواهیم دید که شکایت سبب جفا میشه و مصرع دوم را حل میده آتش عشق من برم نگه آتش عشق من به عنوان زندگی میبرم من عاشق میشم انسان به صورت هوشیاری عاشق میشه نه من ذهنی چنگ در اینجا ذهن و هر چیزی چیز که ذهن نشون میده چنگه چنگ دوتا چرا بود یعنی وقتی که من آتش عشق میبرم عاشق میشم حقیقتا فضاگوشایی میکنم و از جنس زندگی میشم و زندگی از طریق من عمل میکنه فکر میکنه و نه منو میزنه حالا چنگ من هر چیز مادی منه چنگ دوتا یعنی چنگ خمیده یعنی تمام قسمت مادی من تسلیم میشه در اختیار اون قرار میگیره به عبارت یه کسی که به عشق زنده بشه قسمت مادیش به وسیله اون عشق ارتعاش میکنه نه دیگه به وسیله سرکشی خودش سرکش نمیشه دیگه انسان هایی که در معرض وحی قرار میگیرند اونها به اطرافشون اثر میذارن چه بسا به کسی که وحی میرسه در اینجا اگه باشه اون کسی هم اون یکی که اطرافش هست اثر به پذیره و شاید پاهاش سست بشه بیفته یا هم چیزی برای اینکه آتش عشق وقتی شروع میکنه به کار کردن در درون شما چند یعنی قسمت مادی شما خمیده میشه و تسلیم میشه پس اگر من ذهنی سرکشه یا به عنوان من ذهنی سرکشی ما بلند میشیم میگیم من از عشق خبری نیست یک حقایقی رو این ابیات با وجود این چیز غزل کوتاه بیان میکنن یکی این که در این حالت که ما درد جدایی میکشیم نه ما درست داده نمیشه نالهش همین ناله های شکایت من ذهنی است میپرسه از شما ناله به نای چجوری میتونه برسه نمیرسه یعنی اما برعکس اگر آتش عشق ببرید شما اگر عاشق بشید اگر فضا رو باز کنید این سرکش شروع میکنه به دوتا شدن دوتا در اینجا منی خمیده و تسلیم هست اگر من ذهنی شما یا حتی جسم شما فیزیک شما تحت تاثیر اصلاحات زندگی قرار نمیگیره معنیش این هست که هنوز شما من ذهنی ستیزگر دارید درست تسلیم نمیشید این بیت بک... اینو میگه هر کسی در جدایی باشه، نالهش زده، نیش زده نمیشه. ولی اگر نیش زده بشه، ذهنش و چنگش دوتا میشه. هر موقع دیدین من ذهنیتون، انگار کاری با شما نداره، کمزور شده، حرف میزنه شما،